حزب جمعیت اسلامی افغانستان که اکنون با چند پارچگی روبروست، درباره گفتگوهای صلح نیز اعضای برجسته آن دیدگاه‌های متفاوت را مطرح خواهند ساخت. با این حال، چگونگی سرنوشت شماره از اعضای هیئت گفتگو کننده صلح که پیش از این از سوی حزب جمعیت اسلامی افغانستان معرفی شده بودند، با پرسش‌های همراست. اما حکومت افغانستان میگوید که هیئت گفتگو کننده صلح تغییر ناپذیر است. انتخاب اعضای تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان یک کار فردی نبوده و در اثر یک رایزنی گسترده با اقشار مختلف و جناهای مطرح سیاسی صورت گرفته. تیم مذاکره کننده پس از ایجاد در سطوح ملی و بین المللی مورد استقبال قرار گرفت. این تیم روی انسجام و آمادگی خود برای مذاکره کار کرده و از آمادگی کامل برای حضور در مذاکرات مستقیم برخوردار است. اکنون این چند پارچگی در حزب جمعیت اسلامی افغانستان نگرانی ها را در گفتگوی صلح نیز بیشتر ساختند. اعضای پیشین طالبان میگویند که سران این حزب باید هرچه زودتر اختلاف هایشان را از بحر گفتگوهای صلح کنار بگذارند. اصلی دستوری پا بابندی جمعیت دیر رول و بولی چی پدغا نسبت پنیشنو دی و در طالبان و ترمند برخورد را غلی دی نو صلح بایی چی اصلی دوی سرویسی نو دا چی دوی پا بابندی که اختلافات را لی یو طرف صلح کوی یو طرف پی نکوی نو دا با دوان پیکر بانی صلح تاغات صدمه ورسی. در همین حال احزاب دخیل در گفتگوی صلح نیز میگویند که چند پارچگی در حزب جمعیت اسلامی افغانستان گفتگوهای صلح را با مشکل روبرو خواهد ساخت. اختلاف دیدگاه‌ها، اختلاف نظریات در مابین اعضای رهبری جمعیت بدون شک این تاثیر منفی را در روند گفتگوهای صلح می‌داشته باشد. در کنار این، چگونگی رهایی زندانیان برای آغاز گفتگوهای صلح نیز با انتقادهای همراست. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که تا پایان همین روز موقف تازه‌اش را درباره رقم نهایی زندانیان رها شده با رسانه‌ها شریک خواهد ساخت. اما برخی از کارشناسان چنین میگویند: توقع مردم افغانستان همیست که مذاکرات بین افغانی هرچی زودتر شروع شود و قبل از شروع مذاکرات بین افغانی پیش شرطی که گذاشته شده همانا رهایی 6000 زندانی دو باید هیچ نوع بانجویی صورت نگیرد. بر بنیاد آمارها حکومت افغانستان تا اکنون از میان 5000 زندانی 3600 زندانی طالبان را رها کرده و طالبان نیز از میان 1000 زندانی نظامی حکومت 500 زندانی را رها کردند، اما حکومت افغانستان پیش از این گفته بود که تمام این زندانیان نظامی نیستند. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدا آمریکا، کابل.